بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما زوی علیف است و تا به حال سه مبارزه کردیم تا این مرحله رسیدیم، داخل سیم فاینال شدیم و امید دارم که به فاینال مسابقاتم را پیدا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رومل جلالی هستم، یکی از تکواندوکاران انجمن تکواندوکاران ولایت کابل. تا این سیم داستیم فاینال را بیافم و آرزو دارم که اول شوم و دستاوردهای داخلی داشتیم، دستاوردهای خارجی نداشتیم. دوستان عزیز، سیمی فاینال وزن 74 کیلوگرم هست که میبینین، یعنی وزن پنجم رقابت های انتخابی تیم ملی است که نیمه نهایی است، برنده به فایناله. این وزن باید راه پیدا بکنه. دو تکواندوکار خوب در مقابل هم قرار گرفتن، یکی از کابل، دیگری از ولایت زیبای تخار. زبی حلیف کسی است که تجربه شرکت در رقابت های قهرمانی جهان را هم دارد. 4 سال پیش در 2015 در چلیابینسک روسیه موفق شد که ورزشکار از اوکراین را شکست بده و پیروزی را تانسته به دست بیاره و در رنکنگ WTF هم هست. این طرف رومل، احمد رومل از کابل هست و در سطح ملی قبلا تجربه داشته ولی در سطح بین المللی دستاورد نداشته. یک یک نتیجه برابر است میان هر دو تکواندوکار و دیده شده که فاینالیست وزن 74 کیلوگرم کدام تکواندوکار شناخته خواهد شد. تاست عبدالی چگی میخواست امتیاز بگیره. زبیح الله حلیف از ولایت تخار پاکات روی میزنه، بازم تاست عبدالی چگی و بدن حریف امتیاز میگیره. استاد بابکر خیل رفری وسط هست و دیده شده که وهاب زازای کوچ زبیولای حلیف است. وهاب زازای قبلا سالها ملی پوش وزن اول تیم ملی تکواندو افغانستان بوده و حتی یک بار در کوارتر فاینال مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 راه پیدا کرده و با امتیاز طلایی به قهرمان جهان باخت و نتانست که البته شامل لیست مدال آورا شود در رقابت های جهانی، یعنی سه پیروزی در 2011 و دست آورد در کوریا. به هر صورت فعلا کوچ زبیولای حلیف است. این طرف استاد غفور، یکی از نخبه های مربیگری تکواندو افغانستان، در کوچنگ نشسته و کوچنگ احمد رومل را بر عهده داره. استاد غفور کسی است که بهترین ها را در اوزان مختلف و در کاتگوری های سنی مختلف تقدیم جامعه ورزشی تکواندو کرده که یکیش میشه نام ببریم که حکمت الله هست، حکمت الله زین، و دیگه ورزشکارای بزرگ هم تربیه کرده که ما آینده تکواندوکار و مربی تکواندو را خیلی درخشان میبینم. روخان که با عشق و با علاقمندی زیاد تکواندو را پیش میبره و همکار صادق و بسیار خوب و شایسته فدراسیون تکواندو هم هست. خب وزن 74 کیلوگرم هست که میبینه نیمه نهایی اول است و به یک نوه گفته میتونیم که در وزن، البته رنکینگ کسایی که در وزن 5 مسابقه میکنن جهت رنکینگ، یعنی رنکینگشون در وزن 80 کیلو، در وزن 80 کیلو المپیکی حساب میشه، یعنی وزن اول، یعنی 54 کیلوگرم، چون در بازی المپیک نداریم. وقتی که مسابقه میکنن در مسابقات مختلف جهانی، آسیایی، بازی آسیایی، اوپن و گراند پرکس ها یا گراند اسلام ها، تمامی رنکینگ شون امتیازایی که میگیرن در وزن 2 حساب میشه. 58 هم در وزن 2، 54 هم در وزن 2. در 63 کیلوگرم عین شکل رنکینگ شون در وزن 68 حساب میشه و در همچنان در وزن 74 کیلوگرم رنکینگشان به وزن 80 حساب میشه. روی میزنه، امتیاز نشد و رنکینگ وزن حالا روی میزنه، بازم امتیاز نمیشه و رنکینگ وزن 87 کیلوگرم به وزن مثبت 87 کیلوگرم حساب میشه. یعنی ما البته در مثبت 80 حساب میشه، چون ما در المپیک مثبت 80 داریم و مثبت 87 نداریم.
چهار بر سه نتیجه به نفع ذبیح الله حلیف از ولایت تخار است. دست عبدالی چگی میخواست امتیاز بگیره. یک اختار امتیازها چهار چهار حالا برابر میشه. راوند اول است و 48 ثانیه به ختم راوند اول فرصت باقی است. بازم ذبیح الله حلیف پای پیشوی نشان میده. عبدالی از پای پیشوی میخواه بزنه رومال. بازی ادامه داره. تیچگی یا بک کیک زده شده اما دفاع شد توسط ذبیح الله حلیف. تکواندو یک بار دیگه مقبول شده، اگرچه به تکواندو کلاسیک نمیرسه، ولی واقعا تکواندو دوباره استایسته مقبول شده، به خاطر که سال 2009 وقتی که برای اولین بار حالا پاکات امتیاز گرفت توسط پاکات ذبیح الله حلیف، دو امتیاز گرفت، یعنی دو سه امتیازی که از چهار به ده رسید امتیازش. وقتی که 2009 برای اولین بار بعد از المپیک 2008 چین برای اولین بار تکواندو برقی شد، یعنی الکترونیکی شد وسایلش و امتیازایش، بیشتر تکواندو از زیبایی سابق شدادست داد و اکثرا تکواندو کارا زیاد پرس میکردن، ولی با قوانین جدید، با وضع قوانین جدید در سال 2017 برای تکواندو، یعنی وقتی که پای از 3 ثانیه بیشتر بخواهی به حالت پرس بگیری، اختار میگیری و همچنان کسی که 10 اختار بگیره و کسی که زیاد بفته و هر وقتی که مفتیم که اختار میگیری و 10 اختار اگر شوی بازنده رقابت شناخته میشین و همچنان محکم گرفتن، تله کردن بیش از اندازه و غیر معقول کلش اختار داره و به یک نوع دوباره استا استا تکواندو زیبایی های خاص خودش را پیدا میکنه. روی میخواست بزنه. واقعا در تکواندو مردان بزرگ بودن که زحمات زیاد کشیدن که تکواندو شده، از بنیانگذار بخش پومسا گرفته آقای ناصر هوتک تا کسی که تکواندو را واقعا به شکل معاصرش رشد و پیشرفت داد، آقای ربانی و همچنان بعدش استاد بخشی و همچنان زحمات اخیر دکتر صاحب نجیب الله سکندر که واقعا از پول شخصیشان که از پول فامیل بالای ملیکوشا و فدراسیون تکواندو مصرف میکنن، همه و همه قابل ستایش و قابل قدر است و به یک نوع باید بگویم که اتفاق و اتحاد یک بار دیگه حکم فرما شده میان تکواندوکارای عزیز، تکواندویی که بعد از سالهای 2010 دیگه همزمان از اینکه رشد داشت مشکلات زیاد هم تجربه کرده میرفت، به خاطر مدال محمود ایدری و همچنان بعض مشکلات دیگه 11-8 زبی پیشتاز است. فیلن 6 اختار زبی اولا گرفته، حالا پرتاب میکنه حریفه و احساس خوب نداره ذبیح الله حلیف با گرفتن اختار هفتم. 52 ثانیه هم به ختم راوند دوم فرصت باقی مونده و عبدالی بازم پرتاب میکنه حریفه. خب اینجا باید اختار میگرفت دیگه، اختار کوفن پرتاب کرده، کمک خسته هم معلوم میشه ذبیح الله حلیف. عبدالی 13-12 پیش از بازم پرتاب میکنه، این کارش باید اختار بگیره ذبیح الله حلیف و خب دیگه کلارا میکشه و به یک نوع دست احمد رومل به عنوان فرد پیروز بلند میشه. 13-13 نتیجه است، ولی چون نمیخوایم سابقه را بنابته و حافظازه این طرف اعتراض میکنه برای ذبیح الله حلیف و به یک نوع خب فاینالیست میشه احمد رومل. یعنی لحظات برتر مسابقه یعنی پاکاتی بود که امتیاز شد. دو تچ داشت، یعنی پایش دو تچ داشت که امتیاز بگیره. اینجا یک لحظه فکر میشد که
خوبی هم افتاد که باعث میشه زبی الله حلیف قهر شود.